کنفرانس در کنگره آمریکا، ارائه قطعنامه دو حزبی محکومیت تروریسم رژیم ایران. کنگره ایالات متحده آمریکا، دوره 118، سال دوم، قطعنامه شماره 1148، ارائه شده از سوی 144 تن از نمایندگان مردم از هر دو حزب. قطعنامه دو حزبی محکومیت تروریسم رژیم ایران، جنگ نیابتی منطقه‌ای و سرکوب داخلی با امضای 8 تن رؤسای کمیته های مجلس نمایندگان و رؤسای 37 زیر کمیته در کنگره آمریکا. قطعنامه 1148. رژیم ایران از اکتبر 2023 به طور فزاینده‌ای به عنوان سرمار تروریسم و جنگ در منطقه عمل کرده است. ایالت تنسی هستنشون عضو کمیته قضایی و رئیس کاکس حقوق بشر ایران و رئیس مشترک کمیسیون هلسینکی هستن. Thank you so much. میشنم صحبت آقای استیف کوهن رو. خیلی از شما ممنونم. ممنون از حمایت شما. شرایط در ایران برای مدت هاست بحرانی است. ماهایی که از این قدم حساب کردیم، امیدواریم که بتونیم کمک بکنیم تا ایران آزاد و دموکراتیک باشه. ما شاهد هستیم که رژیم ایران قادر به چه کاری هست با حمله اخیرش. مردم ایران و ایران خواهان این هستن که یک کشور آزاد در خاورمیانه باشن، ولی در این حال ما شاهد این هستیم که مقامات رژیمان و رژیم حاکم در ایران خواهان گسترش سلطه خودشون در منطقه در صحنه هستند. They shot 300 or more missiles and drones. ما اخیراً شاهد این بودیم که رژیم ایران 300 پهباد و موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. که یک دختر 7 ساله هم تحت زخمی شد و الان برای زندگی خودش در حال مبارزه است. البته این حمله رژیم ایران با کمترین تلفات متوقف شد. بله، حمله رژیم ایران میتونست تعداد بیشتری تلفات غیر نظامی داشته باشه. رژیم ایران یک رژیم بدون ملاحظه است و به همین خاطر من بسیار خوشحالم که در کنار من شما افرادی هستم مانند شما که مبارزه می کنند برای یک ایران آزاد و مستقل و غیر اتمی و کسانی که احترام می زارم به حقوق دیگران. از دوستان ایرانی خودم که در آمریکا هستن تشکر می کنم و تشکر می کنم از تعهد خلل ناپذیر شما برای حقوق بشر و دموکراسی. قبل از به حکومت رسیدن این رژیم، مردم ایران هیچ مشکلی با دنیا نداشتن. این رژیم ایران هستش که مشکل اصلی است. این همون رژیمیه که شروعش با گروگانگیری بود و از اون زمان تا الان اونها تغییری نکردن، تغییری نخواهند کرد و باید سرنگون بشوند. Thank you so much, Congressman Cohen. It is my great pleasure to also introduce another
amazing leader in U.S. Congress, Congressman Brad Sherman, who has been with the Iranian-American community through the thick and thin. حزب دموکرات از اعضای ارشد کمیته خارجی در مجلس نمایندگان آمریکا و از دوستان مردم مقاومت ایران در تمام سالیان گذشته. Hello, I'm Brad Sherman from California's best name city, Sherman Oaks. I am proud to be standing next to my friend Steve Cohen, and I'm proud that I brought my daughter, Molly Sherman. بسیار خوشبختم که امروز در کنار دوست خودم استیو کوهن هستم. دختر من هم اینجاست و من هم خوشحالم که از نسل بعدی شرمن هم اینجا هستن که در واقع حمایت بکنن از مردم ایران در مبارزه خودشون برای آزادی در ایران. من هم مانند دخترم هم که اینجا ایستاده متحد هستم برای مبارزه برای آزادی در ایران. من بسیار خوشبختم که عضو ارشد دموکرات در بمان آورنده قطعنامه 100 بودم که خواهان برقراری یک ایران غیر اتمی مبتنی بر جدایی دین از دولت بود. 243 co-sponsors. ما 243 حامی داشتیم که حمایت کردن از این قطعنامه. Crimes committed by this regime. I'm actually going to tell you one. کسانی که در این کنفرانس هستن آگاهن نسبت به جنایت‌هایی که این رژیم مرتکب شده. ولی برای من خیلی جالبه که ببینم که چنین انسان‌های بزرگی با چنین تاریخ غنی در تحت چنین حکومت جنایتکاری بودند. یکی از جنایاتی که شاید ما کمتر در رابطه با اون صحبت کنیم کاریه که رژیم از طریق حوثی‌های خودش انجام میده. ما در رابطه با تنش‌هایی که در دریای سرخ است و کارهای حوثی‌ها شنیدیم، ولی چیزی که در مطبوعات نیست اینه که این تشبثاتی که اونا انجام میدن باعث میشه که جلوگیری کنه از ارسال غذا به آفریقا و بخش دیگری از جهان. چون در حالی که ما جنگ اوکراین داریم و شرایطی که اون تحمیل کرده بر اقتصاد و همچنین وضعیت غذایی در جهان، این موضوع رو تشدید میکنه. الان در شمال اتیوپی انسان‌هایی هستن که تلاش میکنن فقط یک وعده غذایی برای خودشون پیدا بکنن و به دلیل این کارهایی که حوثی‌ها میکنن ده‌ها هزار نفر از مردم در سراسر دنیا از بی‌غذایی جون خودشون رو از دست میدن. همین آخر هفته گذشته رژیم ایران 300 پهباد و تعدادی هم موشک زد به اسرائیل. رژیم ایران نه تنها اخلاقاً مسئول نسبت به اون کارهایی که انجام داده و جنایتهایی که انجام داده. حمله رژیم ایران مدتی بعد از حمله بود که در سوریه اتفاق افتاد و اعضای ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. من این رژیم رو از سال دهه 70 میلادی میشناسن. امروز اونا مدعی ان که سفارت ما یک مکان مقدس سیاسی بوده. خب مگر شما نبودین که گروگانگیری کردین و اونها همون هایی بودن که گروگانگیری کردن در سال 58 و همون کسانی بودن که دوباره
حمله کردن همین هفته گذشته به اسرائیل. من بسیار مفتخرم که از قطعنامه 1148 که محکوم میکنه جنگ افروزی رژیم ایران و همچنین بعض حقوق بشرش رو در ایران مفتخرم که از اون حمایت میکنم. این رژیم در چند سال گذشته بسیاری جنایت کرده و حداقل مسئول قتل 5000 نفر هستش. ما اخیراً شاهد اعدام محمد قبادلو بودیم و همچنین قتل حکومتی مهسا جینا امینی، کسی که مرگش باعث انگیزش جهانی شد. Roughly a million Iranian Americans have shown what they can do right in California. And over 2000 years ago, we saw the first human rights document, the Cyrus Cylinder. So I look forward to working with you as I have for my 28 years on the Foreign Affairs Committee. For a secular, democratic, non-nuclear republic of Iran. And such an Iran would be a friend to the United States and a blessing to the Middle East. Thank you very much. I'm Brad Sherman. Thank you so much, Congressman Sherman. We are so proud to have such an amazing and strong bipartisan support in U.S. Congress. It is my great pleasure to introduce our next member of Congress, Congressman Pete Sessions, who has joined us today. Please welcome Congressman Sessions. Thank you. Thank you. Thank you very much and welcome to Capitol Hill. The opportunity for you to take part in today's expression of a bipartisan support, not only for you, but to aim the effort at the Iranian leadership, not at the Iranian people. The Iranian people want, need, and pray for, and work for, not only freedom and opportunity, but for them to become, instead of the effort by their leadership to kill them and to mask them and to stop them from the freedom that is God-given to them. But more importantly, we gather together as Republicans and Democrats, bipartisan, to say that we agree with you. Your role today is very important. It's not just to gather information. جنگ شما امروز بسیار مهمه. چرا که شما نه فقط این اطلاعات رو به اشتراک میذارین، بلکه سرجم میکنین قدرت هایی رو که برای این مبارزه ضروری هستن. کانگرسمن پیت سشنز هستن، نماینده کنگره از حزب جمهوری خواه، که اشاره کردم به این موضوع که من سالیانه که از این هدف برای آزادی مردم ایران حمایت میکنم. و خانم مریم رجوی خواهان یک ایران آزاد و دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین از دولت هستند. اینها همون ایدئال ها، همون آرمان هایی است که ما از اونها حمایت میکنیم. بله، پس حضور شما اینجا، به دست گرفتن رهبری این مبارزه، صحبت کردن شما با اعضای کنگره آمریکا، قطعا به ما کمک میکنه که ما در این نبرد پیروز بشیم. Is data and information is important. It's my hope that you will recognize that. من امیدوارم که شما Congressman Don Bacon, who really has a specialized understanding. فقط به یاد نیارین و من و کانگرسمن براد شرمن یا دان بیکن که واقعا بسیار خبره هستند در فهم ماهیت این رژیم، فهم ماهیت شیطانی این رژیم و پیام تخریبی که اون به دنیا میفرسته،
بلکه به این موضوع فکر کنیم که ما با شما بودیم در این دوره. میخوام در پایان به این موضوع اشاره بکنم که خیلی از شما این فقط شما نیستین که بعد اعضای کنگره رو بشناسین، اعضای کنگره هم باید تک به تک شما رو بشناسن، سرگذشت شما رو شنیده باشن. Today, thank you very much. و اینکه شما تحت شرایطی بودین، به خاطر همین امروز من میخوام از شما تشکر بکنم، نه فقط برای اینکه امروز حاضر هستین، بلکه برای اینکه صدای خودتون رو، حمایت خودتون رو، دعاهای خودتون رو برای هدف و آرمانی که میخواد تضمین میکنه جهان ببینه که رژیم ایران واقعیتش چه چیزی هستش اختصاص میدیم، اینکه این رژیم تراش میکنه به بی‌ثبات سازی دنیای آزاد. Thank you very much. Thank you very much, Congressman Sessions. It is my great pleasure to introduce our next member of Congress, a member of Congress who's been with us on many resolutions, including this 1148, House Resolution 1148. Please welcome Congressman Don Baker. نماینده کنگره دن بیکن. Good morning. از نبراسکا و عضو کمیته قوای مسلح. I want to welcome you to our nation's capital. This thing about we من می‌خواستم همه شما خوش آمد بگم. What's our dream? ما در یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های دنیا زندگی می‌کنیم. ما آرزو داریم که ایران هم یک کشور آزاد و دموکراتیک باشیم، کشوری مبتنی بر جدایی دین و دین از دولت و بدون سلاح‌های اتمی، که در صلح و همزیستی با همسایه خودش هستش. من 30 سال در نیروی هوایی آمریکا بودم و 8 سالی که در کمیته قوای مسلح مجلس نمایندگان هستم. برای من بسیار واضحه که این رژیم دشمن ماست. کسی هستند که فکر میکنن که ما میتونیم با این رژیم مذاکره کنیم. این واقعی نیست. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این رژیم خواهان اعمال هژمونی در منطقه است، در خاورمیانه است، و میخوان بر علیه ما و تمام ارزش‌هایی که ما داریم فعالیت بکنن. این رژیم مردم ایران رو نمایندگی نمی‌کنه. من میدونم که مردم ایران خواهان دموکراسی هستند در قلبشون. این هدف ماست. هدف ما حمایت از مردم ایران برای گرفت بازپسگیری کشورشون است. رژیم ایران در حال گسترش تروریسم در سراسر منطقه است. اونا تلاش می‌کنن که مردم رو در جاهای مختلف دنیا، حتی اینجا، ترور کنن. این رژیم دشمن مردم ایران هستش. رهبران ما برای سالها از پاسخ به این سوال تفره رفتن که چه کسی دشمن ماست. این رژیم ایرانه که دشمن ما هست و نه مردم. ما باید این رژیم بذاریم. زمان اون رسیده که تحریم‌های شدیدتری به علیه این رژیم اعمال کنیم. باید نذاریم این رژیم پول برسه. وقتی ما پولی رو آزاد میکنیم، خب این رژیم پول رو به نیروهای نیابتی خودش میده. حتی یک سنت نباید به این رژیم داد و بعد این رژیم رو تحت بالاترین فشار گذاشت. ما باید با همکاران خودمون ما باید همکاری بکنیم با متحدین خودمون، چرا که این رژیم
شماره یک در واقع بزرگترین دولت حامی تروریست در جهان که تروریسم رو به عراق، یمن و سر تا سر خاورمیانه ارسال میکنه، رژیمی که ما میبینیم کمک میکنه به اسرائیل، به حزب الله لبنان، و ما باید اینجا باشیم، حمایت بکنیم از مردم ایران که دارن مبارزه میکنن بر علیه رژیم ایران، و باید کمک بکنیم و با فشار گذاشتن رژیم، رژیم رو ضعیف بکنیم، از عامیان خودمون حمایت بکنیم تا بتونیم دولتی در ایران باشه، یک جمهوری دموکراتیک که در صلح با همسایگان خودش باشه. من در 6 ماه گذشته ایرانیان زیادی که مقیم آمریکا هستن رو ملاقات کردم و همینه که کشور ما رو بسیار زیبا کرده که افرادی از کشورهای مختلف اومدن اینجا و در پیشرفت این کشور کمک کردن. به خاطر همین منم از همه شما تشکر میکنم. Thank you so much. Thank you so much, Congressman Bacon. As you said, the goal is to help the Iranian people to achieve freedom, democracy, and achieve that. نماینده کنگره دان بیکن همچنین گفتن که هدف کمک به مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت و غیر اتمی است که همه اینها در طرح درمانده خانم مریم رجوی بهش اشاره شده. And this member of Congress is one of those brave leaders who has never wavered when it comes to standing up with the Iranian people, their call for freedom, democracy, and human rights. همراهان My pleasure to introduce Congressman Danny Davis. Congressman Davis, so pleased that you actually had the opportunity to join us in the annual gathering in Paris and meeting Maryam Rajavi. Thank you again, Congressman. Well, thank you. نماینده کنگره آقای دنی دیویس رو با هم میشنویم. من از همه شما تشکر میکنم. مرسی از خوش آمدگوی گرم شما. One of my philosophical leaders that I always adhere to. And that was صحبت های که الان شنیدم من یاد یکی از یاد فردریک داگلس من رو انداخت که در زندگی من تأثیر بسیاری داشت، که اون میگفت مبارزه کنین، مبارزه کنین، و مبارزه و درد و رنج که پیش شرط تغییر هستن، اگر مبارزه نباشه هیچ پیشرفتی نیست. دیدن شما در این کنفرانس در این زمان مشخص من به من این رو یادآوری میکنه که چقدر مبارزه ضروریه، چقدر ضروریه که ایمان داشت و فهم کرد. من یک مسیحی معتقد هستم و وقتی ما به کلیسای باپتیست ها که من عضوش هستم میریم، بعضی موقع شعری رو با هم میخونیم که میگه که در چنین زمانه هایی شما نیازمند یک راهبر هستین، نیازمند یک نجات دهنده، و در چنین زمانه ای And I guess what that really means. این نقطه اتکا شما رو حفظ میکنه. من فکر کنم همه شما میدونین که معنی این چیست. معنی اون اینه که در چنین زمانه خطرناکی که الان هستیم، که دنیا در بحران و مشکلات فرو رفته، کسانی که ایمان و امید دارند و معتقد هستند، همونطوری که در کلیسای ما همیشه صحبت از اون میشه، وقتی که شما امید داشته باشین میتونین حتی
کوها رو جابجا کنین. اگر بهشون بگین جابجاشن به خاطر ایمان شما حرکت میکنن و از مسیر شما کنار میگن. اگه نه شاید شما نیازمند این خواهیم بود که اون کوها رو منفجر کنیم و از بین بریم تا مسیر شما رو نگیرن. پس بله این نیازمند مبارزه استقامت ایمان هست. همونطور که میگن روم در یک روز ساخته نشد. من یک فعال هستم، یعنی کسانی که در یک مبارزه به طور فعال شرکت میکنن و فقط روزی که دیگر حضور فیزیکی ندارن از صحنه خارج میشن. ما برای این موضوع در رابطه با این موضوع بسیار کار کردیم. برای کسانی که در یک مسابقه دو میدانی برنده میشن، برای مثال، فقط خود روز مسابقه نیست، اونها قبل از اون مشقت و رنج تمرین رو تحمل کردند. اخیراً که عهد عتیق رو میخوندم متوجه موضوعاتی شدم که تا قبل نمیدونستم و باید به این موضوع اعتراف کنم که من بسیار تحت تأثیر مبارزه شما هستم و بسیار تحت تأثیر هستم که بزرگترین گردهمایی که در اون در زندگیم شرکت کردم گردهمایی شما در خارج از پاریس بود، در حومه پاریس. این گردهمایی بود با 10,000 نفر، یک گردهمایی طولانی و 55 سخنران و مردم تمام زمان اونجا نشسته بودند و با دقت گوش میکردن و ببینن که چطور میتونن که اون چیزی رو که میشنوند و به اون چیزی که ایمان دارن عمل میتونن بکنن که بتونن یک روز به آزادی برسن. اتفاقا ما یک ترانه مذهبی دیگه میخوانیم که میگیم که آزادی اون چیزیه که من میخوام و اون ارجح بر زندگی من، که قبل از این که به بردگی کشیده بشم خودم به آغوش خاک برم ولی آزاد بمیرم. و به خاطر همین من درود میفرستم به مبارزه شما برای آزادی، برای استقلال، آمادگی شما برای فداکاری، برای پرداخت همه چیز و سرخم نکردن هیچ زمانی و ادامه این مبارزه برای رسیدن به آزادی نهایی. به همین دلیل من به شما ملحق میشم در این کارزار. صمیمانه تشویق میکنم استقامت شما رو که شما در حال ادامه دادن اون برای مبارزه هستین و مطمئنم که نهایتا همه ما با هم میگیم ما آزادیم. خدا را شکر ما به آزادی رسیدیم و آزاد شدیم. از همه شما ممنونم.